وضعیت اقتصاد خانه وقتی که صاحب دو طفل نازنین می شدی چه قسم بود؟ خب نمی دقدر نکم کنم. خوب بود دیگه، اقتصاد ضعیفی. و ایم ای مبلغ پولی است که از طرف خواهر و برادرای بر تسلیم است. ما همه گی ما خودت دوست داریم. اشهد ان لا اله الا الله رمضان است و صفا آمده است، بر خانه دل نور ضیا آمده است، از سفره ما بوی بهشت می آید، این سفره ز درگاه خدا آمده است. سلام هموطنان خوب و بیننده ویژه برنامه افطاری جاده انسانیت، امیدوارم که لباس عافیت بر تن داشته باشید و امروز را به خیر خوبی و خوشی سپری کرده باشید. روز اول ماه مبارک رمضان است و ما امروز در ویژه برنامه قرار داریم که قرار است در 30 روز ماه مبارک رمضان ما مهمان خانه های شما باشیم با یک برنامه زیبا و دوست داشتنی. هموطنان خوب، این برنامه خاص به خاطر این ساخته شده تا ما بتانیم قصه ها و دردای دل هموطنان نیازمند را بشنویم، قصه ها داشته باشیم، نت های زیبا داشته باشیم، قرط های دوست داشتنی داشته باشیم و پند ها و صحبت ها و قصه های با ارزش رمضانی داشته باشیم. در این برنامه همچنان نتیه داریم و ناگفته نمانه که یک فامیل نیازمند و نازنینی را داریم که بیشتر صحبت میکنیم، ولی چه خوب است که در اول برنامه دعوت بکنیم از این فامیل نازنین، از خواهرک مهربان ما همراه با دو کودک مهربانش. بفرمایید خواهر عزیز من. بسیار زیاد خوش آمدین. خوش آمدین به استودیو یاوی. سلام علیکم، چطور هستین؟ ماه مبارک رمضان مبارک. خوب هستین ان شاء الله؟ شکر، تشکر. بخیر باشید. بفرمایید. سلام. سلام لالا جان، خوش آمدی. بفرما خواهر نازنین اینجا. بیا لالا جان اینجا بشی. آفرین. چطور هستین؟ خوب هستین انشالله، زنده باشین. اول روز ماه مبارک رمضان چطور بود؟ خوب بود دیگه. خوب بود؟ بخیر سپری شد؟ بخیر سپری شد. خب چطور هست لالا جان؟ شکر که خوب هستی، صحتمند باشی. و هموطنای خوبم، ناگفته نماند که همراه با خواهر نازنین ما بیشتر صحبت میکنیم و قصه ها می داشته باشیم. در این بخش برنامه گروه زیبای صدای هموطن در استودیو با ما هستند با لباس های بسیار زیبا و قرار است که با ما شما نعتیه زیبایی در وصف پیامبر داشته باشند و امیدوارم که همه تان خوب باشین و شروع بکنین بخیر خوبی. ما هم سر و پا گوش هستیم. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله محمد، یا رسول الله، خیر خلق الله محمد، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله،
نام خدا بسیار زیبا بود. آفرین به صداهای رسا، به استعدادهای خوب افغانستان نوین. خوب هستین؟ شکر که خوب هستین. خب میخواییم از یکی تان به نمایندگی از همه تان صحبت بکنم که در مورد نتیه یک معلومات بتین در مورد گروه نازنینتان. بنیاد صدای هموطن که هسته یک بنیادی هست که 3 سال میشه تقریبا در این راستا کار میکنه و نتیجه های بسیار زیبا ما درست کردیم. سرود های بسیار زیاد در مورد وطن ما، در مورد صلح و اجراهای زیادی داشتیم، هم در ارگ و در جاهای بسیار مختلف، در تلویزیون های مثل تلویزیون خورشید، حتی اجراهای زنده هم داشتیم. و من خودم یک 3 ماه یا 4 ماه میشه که در این گروه سرود پیوستم و واقعا بسیار از اینکه در این گروه کار میکنم خوشحال هستم. بسیار عالی، آفرین و صدای زیبایی دارید. اسم شما چی است؟ الهه. الهه جان اسم شما چی است؟ زهرا. زهرا جان از شما؟ مینا. مینا جان و شما؟ اسما. اسما جان شما؟ حسینا. حسینا جان، حسینا جان چقدر زیبا دف می نواختن و همچنان شما ایرم یاد گرفتین یا یاد داشتین؟ یاد گرفتین. خب خودت سنف چند هستی؟ سنف 7. سنف 7 هم سنفی آخو نیستین؟ نه نیستین. هر کدام زن سنفای مختلف هستین ولی یک جا شدین و سرود میخوانین و نتای زیبا میخوانین. بسیار عالی است هموطنان خوبیم، چقدر زیبا است و ای که قرار است از به بعد ما شما بیشتر با این گروه نازنین صدای هموطن در استدیوی آبی باشیم و بیشتر صحبتایشون رو داشته باشیم. ولی خانم‌ها ناگفته نمونه عزیزا که شما یک نعت یک سرود زیبای دیگه هم آماده گرفتین. اما تو راست او باز درباره چی است؟ افغانستان یا وطن که انشالله بعد از افطار می داشته باشیم. آل خو افطار مهمان ما هستیم، درست است؟ ما در اینجا ببینیم که یک مهمان دیگه کرشمجان نداریم. ما همه می خواهیم که با کرشمجان صحبت بکنیم و کرشمجان فامیل همه خیرتی بود؟ تشکر خیر. الهی شکر، الهی شکر. هموطنهای خوبم، ما چندی قبل رفته بودم به جاده های شهر و کمک رسانی داشتم. با یک بانو و یک دختر خانم در اوج من روبرو شدم. فکر کردم که همسن من است، آمده به خاطر کار کردن، ولیکن او روایت و دردای تلخ زندگی داشت. بیاین کوتاه بریم مروری بکنیم با او برنامه و صحبت ها و قصه های کرشمجان یک بار ببینیم و پس بر بگردیم. سلام، ایجا استاد میشی؟ چطور هستی؟ شکر، زنده به شما خوب هستی؟ زنده باشی. نام مقبول چی هست؟ نام مقبولم کرشمه. کرشمه نام خدا. کرشمه جان خوب هستی؟ تشکر، زنده به شما خوب هستی؟ تشکر. مادر اکیجی چی کار میکنه تو؟ چی کنم؟ مجبوری زیگه. چند ساله هستی؟ من 19 هستم. نام خدا، جوان دخترک هستی. در خانه کس دیگه کارگر نداری که نه. تو کار میکنی؟ نه. چند نفر هستین در خانه؟ در خانه 4 نفر هستیم. 4 نفر؟ کی کیا؟ من شوهرم، 2 تا ککایم. ازدواج کردی؟ شوهرت چی کار میکنه؟ شوهرم عملیست. عملیست؟ و تو کارگر هستی؟ تو 19 ساله هستی و 2 اولاد داری. ما روان هستیم به طرف خانه کرشمجان که بریم ببینیم و همراه فامیلش بیشتر گپ بزنیم. بیاییم یک روز یک دانه متروان استاد کرد که بیا نمیدی کتی. من روز یک روز از شب بودم در آمدیم در سر سرک. این چه قسم شده کرشمه؟ به خاطر دم زلزله نمت تو شده درس کده بیخی. کرشمه وقتی که شوهر تو را در کار میگه، خودش میگه برو در کار؟ آه صبح گمیشه میگه برو در کار. برو کار تو چی است؟ کار من دم روی سرک کار میکنم خلاص. خیر آجا میکنم. قبل از اینکه ازدواج کنی دوست داشتی داینده چه کار شدی؟ من میخواهیم زندگی دامی آرزو داشتم کنیم یک مثال در یک جای برم در یک وظیفه کار کنم. بله همه تنهای خوبم و کرشمجان همراه 2 کودکش حال در استودیو همراه ما هست. اول خب بازم خوش آمدید میگم به خودت خوارک قرن من و شکر که در آل من خودت سالم میبینم همراه 2 طفلکایت. شوهرت خوب بود؟ خوب بود دیگه. خوب بود، خوب بود. خوارکم جنجالای زندگی چطور پیش میره؟ خوب از دیگه. دکار میری؟ آه دکار میرم دیگه. دکار میری؟ دی ماه مبارک رمضان دکار رفتن چی فکر میکنی؟ سخت است یا نی؟ چطور سخت نیست؟ آدم گفته یکان تا مانده میشه، زله میشه، خو میبره. بسیار دیگه زندگی مشکلات زندگی است. تو چند ساله هستی؟
من 19. 19 ساله. یک دختر خانم 19 ساله که دو دانه اولاد داشته باشد و سنی که تو باید درس بخونی، پیشرفت بکنی. برای من از رویاها و آرزوهای دلت بگو. دیگم چیز درس خواندن خواه از دستم رفت به خاطر چون آرسی کردم چیز کردم او رفت از دستم. خود اگر کوشش میکنم سر دوتا اولادم که یا مکتب بخوانن کوشش دارم یا یک چیز شون من از این مشکلات خلاص شون. یعنی که یک کرشمه جان با این سنش یک مادر هست، به جای ای که بیایه و به درس و آرزوهایش فکر کنه، به آینده اولادایش فکر میکنه. امروز وقتی در اینجا هستی میخوایم قصه های خودت کلگی یک جا بشنویم و تو افتخار ما هستی. میخوایم دردهای تا به دنیا نشان بدیم که افغانستان این قسم ابرزنای داره که دنیا شاید نداشته باشه. اما ترسنی؟ تلخترین دردی که در زندگی کشیدی چی بوده کرشمه؟ نمید تلخترین دردم سر اولادم بود. من درک میکنم و من متاسف هستم بابت از این که ناراحتش ساختم و درک میکنیم، درک میکنیم. وضعیت اقتصاد خانه وقتی که صاحب دو طفل نازنین میشودی چه قسم بود؟ خب نیم دختر اکم که خوب بود دیگه اقتصاد ضعیفی. کرشمه در برنامه‌ای که من رفته بودم پیشش گفته بود که دختره که من وقتی به دنیا آمد که آلده پولی شیشته، من خانومی که نیاز به استراحت داشتم، نیاز به مراقبت داشتم، من فرداش کمره بسته کردم رفتم طرف کار و کارشم اینیز جزی که در خیابانهایی که هر رقم انسان میگذره میره دوجی استاد میشه به خاطر از اینکه یک افغانی پیدا بکنه تا بتانه که روزی اولاداش و فامیلش پیدا بکنه. برای سخت میگذره کرشمه جان؟ چطور نه سخت، چطور سخت؟ خدا مهربان است، خدا مهربان است. ها کرشمه جان خواهش میکنم جگرخونی نکو، ما همراهت هستیم، بیشتر گپ میزنیم. خواهرک قندول من از خدا میخوایم که مشکلات کل خواهرای ما را کم بسازه، مخصوصا از کرشمه خواهرک ما که دیگه چشمشه به گریان نبینیم. آل خونین و گکام آمده همراه آل کرشمه خواهرم ناراحت شد ولی آل ناراحت نمیشه. سرجان، سرجان کجاست؟ آنه اوه 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 اینه. سلام علیکم. آنه سرجان میمونای قندول داریم. خوب هستی؟ اوه 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 سرجان از تو شعر میده. خوب هستی؟ گم نمیزنه کده سرجان. بخیر باشی. سلام خانم نوابی. بخیر باشی، خیلی تشکر. سلام علیکم سرجان. آل خامدی در اینجا میبینی که نام خدا امروز در استودیو میمان های بسیار قندول داریم. سلام نمیدی کده بینیم سلام بینیده های عزیز. بخی آیا جان زده شدیم از نوگه کار دیدم نت مقبول اجرا کردن. بخی سلام علیکم عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین. دیگه من آیا جان هستم یک جایت میشین؟ نه نه باش سرجان بششتن نامدی. توفه بر نینوگک های نازنین ما توفه دارم و بر میمانان داریم. میمانان هم یک گلم توفه داریم. باشد سرجان که توفه بیاید. آفرین. بده 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 اول از اینجا شروع میکنم. دفعه ما رو انداختی برو بیستو درسته که تا بخونی بخیر امره مادر جان کمک ایم است. بله، یک کتابچه و یک قلم و کودک های نازنین سرجان تقدیم میکنه که بخیر درس بخونن و به نوشتن تشویقشان میکنه. آفرین برو سرجان، اینا رو تقدیم بکن، من کمکت میکنم. چطور؟ برو سرجان. بله، و میمونه قندول ما ایم است. درسته که تا بخونی بخیر ایام از شما.
اینا سه جون یک کتابچه، اینا یک قلم، میگم از شما بدی برشون و یک کتابچه قشنگ دیگه هم سه جون باید که به خواهر ما کرشمه جان تقدیم بکنیم به این که خواهر ما بخیر درس بخونه و درس از یاد نبره. درست است خواهر کرشمه؟ بخیر باشه. خب بسیار تشکر سر جون، بسیار تشکر و تشکر از اینکه توفایق مقبول به میمانای امروز برنامه ما دادی. ولی نزدیک نزدیک افطار است بخیر. گشنه تان شده؟ گشنه خو کل باشه ما شدیم دیگه. مگم میگن امی روزه ده اینمی وقتای امی یک ساعت که به افطار بانه دیگه بسیار سخت میشه. من اینمی من خو کلش این ساعت میبینم ایش یک دقیقه تیر نمیشه با یه بازی ساعت تیر نمیشه چی دقیقه بشه. شما هم همه ترستی؟ چطور خودت کرش مجال؟ خوبه دیگه امروز. آه امروز خوبه. خب بیاین که در این نزدیک افطار بخیر خوبی که آمادگی افطار میگیریم سحر جون یک قرائت زیبا داشته باشه در این لحظات افطار که بخیر کل ما شما دل و روح ما شاد شد. چطور؟ سحر جان آماده هستی انشاءالله؟ خب ما هم سر و پا گوش هستیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن جان. بسیار تشکر. ماشاءالله ماشاءالله که امروز کل استعدادا را نام خدا یک جای داریم. سحر جان آل چی پلان داری بخیر؟ آل دیگه ما برم دیگه بفتارم کم مونده امروز دوستا کمک. آه سحر جان بخیر برو افتاری رو زود کده با ما بیار که بخیر خوبی حال از آن میتنی؟ برو سحر جان برو تشکر تشکر. بله نزدیک از آن ملکوتی هست و این لحظه بسیار دوست داشتنی و شیرین است. بیایم که انشاءالله بخیر از آن بتو شروع بکنیم. الله أكبر 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 الله أكبر
اشهد ان لا اله الا الله. خانم افتر بکنم بازم اول روز ماه مبارک رمضان به همه ما شما مبارک باشه و این نام خدا امروز به خیر خوبی سپری کردین. امروز روزه نسبتاً براتون سخت گذشت یا آسان بود؟ سخت بود. به خاطر چی؟ روز اول بود. روز اول تا حال دیگه عادت داریم بخوریم، در روز اول یکم ذره سخت است. کرشمه جان امروز یکم ذره سخت‌تر بود؟ طبعا دیگه آدم روز قبلش غذا میخوره، یک روز از صبح تا شام چیز نخوریه. ولی شکر که بخیر گذشت. نوش جانتان ما هم یک جو افطار کردیم و خیلی هم خوشمزه و مزه داد کدزی عزیزای ما و حالی چقدر خوب است که در این لحظات برنامه یک سرود و یک ترانه زیبای بانوهای قشنگی که به پهلوی من نشستن داشته باشیم با صدای قشنگشان. چطور است؟ موافق هستین؟ میشه در مورد ترانه ایتان معلومات بتین چی قرار است اجرا بکنید؟ ترانه که ما قرار اجرا کنیم یک ترانه میهنی هست که در مورد افغانستان خوانده شده و ویدیو و امی کلیپ هزیر ما در قصر دالمان درست کردیم. بسیار عالی است. یک جا شنونده خواهیم بود. افغانستان وطنم ای میهن زیبای من، افغانستان وطنم ای منزل و مبای من، نام تو تا فراز آسمان، در دل ما جاودان، مردمان از سر بلند و سرفراز، زنده و پاینده باد افغانستان، زنده و پاینده باد افغانستان. میهنم ای مرد مردان دل، قلب دنیا سرزمین با شکن، آی حماسه آفرینان در جهان، خالق افسانه های جاودان، خالق افسانه های جاودان. افغانستان وطنم ای میهن زیبای من، افغانستان وطنم ای منزل و مبای من، نام تو تا فراز آسمان، عشق تو در دل ما جاودان، مردمان از سر بلند و سر فراز، زنده و پاینده باد افغانستان، زنده و پاینده باد افغانستان. هموطن با هم دگر یک تن شویم، تا شویم روی این تن و پر از سوان، هم صدا با گام های استوار، در ره آبادی افغان ستان، در ره دین و وطن جان می دهن، شیر مردان وطن در هر زمان، جان ساران همیشه قهرمان، جان ساران همیشه قهرمان. افغانستان وطنم ای میهن زیبای من، افغانستان وطنم ای منزل و مبای من، نام تو تا فراز آسمان، عشق تو در دل ما جاودان، مردمان از سر بلند و سر فراز، زنده و پاینده باد افغانستان، زنده و پاینده باد افغانستان، زنده و پاینده باد افغانستان، زنده و پاینده باد افغانستان.
نام خدا و به قدر دخترای با انرژی و سرود زیبا، زنده و پاینده باد افغانستان، بیشک با تمام جوانا و نخبه های افغانستان. و در این بخش برنامه چقدر زیبا است که امروی خواهرک ما کرشمه جان صحبت بکنیم. در لحظات اخیر برنامه امروز، یعنی اول ماه مبارک رمضان هستیم. کرشمه جان، از آرزوهایت برام گفتی، از ارمانهایت برام گفتی، از گذشته زندگی راضی بودی واقعا؟ یعنی قبل از اینکه ازدواج بکنی شرایط زندگی چی رقم بود؟ خوب بود دیگه، شرایط زندگی تا پدرم که زنده بود شرایط زندگیم کمه که خوب بود دیگه. با وقتی که پدرم گفت شرایط زندگی بخیر چی شد دیگه؟ پدرت وقتی که فوت شد، خداوند بیامرزه شد، باز چی رقم شد در مسئله ازدواج خود در سینه خورده؟ من متادم میخوانه اشتگی بودم، مامدنم تا خواستگار آمدن خیستن من گفتن میره باید ازدواج کن. دیگه اون ازدواج بود. شوهر تو مو وقتا متاد بود؟ نه، اون وقت متاد نبود، زندگی خوش خوشحال بود. وقتی که خسر خوشی مرد با زندگیم دیگه چی شد؟ بعد از اینکه خسرو خوشید فوت کرد با زندگی سخت شد. آل شوهر چی کار میکنه؟ آل شوهرم کار نمیکنه، هیچ کار نمیکنه. پیسی موادش زندگی اینا از کجا میشه؟ نه، پیسی من از سر سرک میرم، 100 روپی یافتم، 200 یافتم، اونو مجا میرم کار میکنم، 100 روپی شیره میتم، مثال 100 روپی شیره خرچ خانه میگیرم. خودت کرای خانه و جنجالای خانه به دوشت هست؟ بله. و چقدر کرای خانه میدی؟ ما کرای خانه 2000 روپه کرای خانه میتم. یعنی چی هست؟ 2000 روپه کرای خانه میتی. خودت خوب خواستی؟ یعنی کدام تکلیف خدای نخواسته خو نداری؟ نه، تکلیف ندارم، پس هم تکلیف اولاد داری دیگه، یک تکلیف دیگه برم پیش ده که. یعنی دوباره خودت حمل داری؟ مبارک باشه. تشکر. و ولی واقعا سخت است در شرایطی که خود این دختر خانم کار میکنه و یک طفل دیگه هم به دامنش باشه و خودت یک روز شده بود که طفلکت به دنیا آمده بود و باز رفتی در کار، این دفعه چی فکر میکنی؟ زندگی این طفلت چی فکر میکنی؟ خدا جان مهربان تا که زندگی تا چهار ماه تا پنج ماه خدا مهربان است، تا کل به خدا دیگه باز زندگی جور میشه دیگه باز. خدا مهربان است. پس امید داری به زندگی. امید خداوند مهربان است. خواهرکم خدا مهربان است و انشالله که سختی ها را سرت آسان بکنه و روزگارت خوب شود. ما هم قسمی که همون وقت آمدیم به پیشت، به جاده دیدیمت، به پشت در خانهت آمدیم که گپ زدیم و مواد غذایی که همون وقت به دسترس ما بود به دستت دادیم و اونم رو خود حال مصرف میکنی. بله، اون عمره تا استفاده کردم. بسیار عالی است، برو شکر. ولی امروز بازم مهمان خانه ما شدی، بسیار تشکر. و امروز قرار نیست از اینجا دست خالی بری، هموطنای خوبم. قسمی که برای همه ما معلوم هست، ما در برنامه به اون هموطنا، به رزو خواهران مادرم که سر ما حق دارن، کمک و یاری میرسانیم. و ما امروز از طرف داوود ایوب از امریکا مبلغ 15000 افغانی به دسترس ما رسیده که این مبلغ 15000 افغانی را ما حساب کرده منظم میخواهیم که یک جای برای خوارک ما کرشمه جان که همسن سال ما شماست، آرزوهایش مثل ما شماست تقدیم کنیم. موافق هستین دخترم؟ صحیح است. پس با اجازهتان که من یک حساب بکنم. صحیح است؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده و یه 15000 افغانی است. خانم ما بیاین که بخواهر ما امروز باید تمام چیزی که از دست ما پوره است برش تقدیم کنیم. نه، بیاین خواهر ما کرشمه جان، بیاین خانم ما، بیاین و ایم این مبلغ پولی است که از طرف خواهر و برادرای برای تسلیم است. ما همگی ما خودت دوست داریم، افتخار میکنیم برای دخترها. چی گفتنی دارین به کرشمه جان؟ مشکلات زندگی بسیار زیاد است ولی هیچ وقت ناامید نشو، چون خداوند بسیار مهربان است. بعد از هر سختی آسانی است، همونطور که در قرآن آمده ان مع العسر یسرا. آفرین. و خداوند بعد از هر سختی آسانی میاره و ما خوشحال هستیم به اینکه امروز همراه جمعی دخترای موفق با خواهر نازنین ما که سر ما حق داره کمک و یاری میرسانیم. ولی این اولین و آخرین همیاری نیست با خودت. خواهرکم
چی آرزو داری که ما و هموطنات دیگه چی کاری را برای خودت انجام بدیم؟ خوش دارم نمقایت بالا بشه. خوش میکنم. تو امیالم سرتاج کل ما هستی، اما تو نیست دخترم؟ امیالم تاج سر کل ما هستی. وقتی که دیج امروی ما هستی یعنی چی؟ یعنی که از ما کده موقفت بالاست، نه؟ برای ما بارزش هستی. دوست داری شوهرت خوب شوه؟ دوست دارم. چرا دوست ندارم؟ خودش دوست داره که مواد ترک بکنه. دوست داره خودش میگه مواد ترک میکنم، دوست داره خودش. بله. و هموطنای خوب من ازتون خواهش دارم که بیاین یک جا شویم، کمک های ما رو یک جا بسازیم، با یک پول نوچیز هم میتونیم که شوهر خواهر کرشمه را تداوی بکنیم تا زندگی طفل دیگهش به خطر مواجه نشه و دیگه به کار نره. و تشکر بازم از اینکه اومدی خواهر نازنینم، راحت باش. و خانم‌ها خیلی تشکر از اینکه شما اومدین. دوستای خوبم، برنامه امروز ویژه برنامه افطاری جاده انسانیت بود که خدمت شما تقدیم کردیم با بانوهای زیبا و با خواهر کرشمه. ولی در 29 روز دیگه هم ما در خدمت شما هستیم. امیدوارم که کمک یاریتان برای ما برسانید. 0786465563 پل ارتباطی ما با شما است که میتونین یک جا شوین تا دی برنامه بیشتر هموطنای ما را حمایت بکنه. تا برنامه بعد خدا نگهدار. دخترها یک جا بگیم خدافظ. 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 خدافظ.